خانه های ساخته شده توسط انجینر صاحب و مشاورینش به یک جنجال کلی مبدل شده است. عده خلاقانه این انجینر باهوش باعث شده تا کسانی که صاحب این خانه ها شدند حاضر نباشند، حتی برای یک شب هم داخل آنها زندگی کنند. میگن چطور؟ از زبان یکی از خوششانس های قرعه کشی خانه های فرهاد جان دریا بشنوید. یکی از کسانی که صاحب یکی از این خانه های رویایی در هرات شده است. خالالا جو، برای خود شما هم خانه ساخته از اونا یا نه؟ بله، برای من یک دونه ساخته. اون برای چی رقم هست؟ یعنی در از راحت این یانه که قبلا در خیمه راحت بودیم؟ نه، در خیمه تا از او میترسیم. ما میگیم میفته اینو هرچی تاود دکنه، اینو زیده زلزله، اینو مقاومت داره خوب، ولی ما میترسیم. ما روی زلزله ترسانده داخلش نمیتونیم رفته. شاید این مسئله به شکل عجیبه در رسانه ها به صورت منفی دامن زده شد، وگرنه احتمالاً هیچ یک از این بازماندگان زمین لرزه هرات از زندگی در این خانه های رویایی و زیبا سر باز نمی زدند. گذشته از شوخی، هزینه هر کدام از این داشت های خوشبزی چیز کم $2,000 آمریکایی بوده است و کسانی که می گویند فرهاد دریا و آریان و سعید پول های جمع‌آوری شده را به جیب زدند، باید گفت این حرف و گپ و گفت ها واقعا ناشایست است. شاید خانه های ساخته شده طبق انتظار مردم نباشد، اما دزدی پول آن هم از سوی فرهاد دریا و خانم آریان سعید در واقع اتهام غلط و نادرست است، چون این دو آوازخوان به اندازه کافی پولدار هستند و واقعا نیاز به این پول ندارند. فقط تنها فرهاد دریا و خانم آریان سعید نبوده که در جمع‌آوری این پول ها سهم داشتند. بسیاری از هنرمندان دیگر، حتی رسانه مثل آمو، از هنرمندان تاجیکی، از خبرنگاران مانند لطف‌الله نجفی زاده و بسیاری دیگر کمک جمع‌آوری شده. پس اتهام دزدی واقعا کار نادرست است. فقط این که خانه های ساخته شده کمی عجیب و غریب هستند و خوشبختانه یا بدبختانه نمیشه بالای اینها خانه نام گذاشت، اما سرپناه موقتی برای زمستان هستند که باز هم تعداد میگویند با زندگی در داخل این خانه ها موافق نیستند. بگذاریم، حتما نظرتان را برای ما کامنت کنید.